دولت افغانستان افتخار می کند که 68 زن نماینده در پارلمانش دارد و در زمره معدود کشورهایی است که وزارت خاص زنان دارد ولی آیا این ظواهر زیبا و جهان پسند باستاب واقعیت موقعیت زنان افغانستان است؟ جواب مهمان من که بالاترین مسئولیت را در امور زنان در دولت افغانستان دارد به این سوال چیست؟ عثمانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان به برنامه بهباره دیگر خوش آمدید تشکر بسیار زیاد خانم غزنفر سلام وقتی آدم... و احترامات خدا خدمت شما و بیننده های گرامی شما تقدیم میکنم. خیلی متشکرم خانم غزنفر خانم غزنفر وقتی آدم از بیرون به افغانستان نگاه میکنه با کشوری با 68 نماینده زن در پارلمان وزارت زنان و شخصیت های مثل خود شما که در سمت وزارت فعالیت میکنید خیال میکنه که واقعا وضع زنان افغانستان باید خیلی بهتر از کشورهای دیگه باشه آیا واقعیت اینطوره تشکر از سوال شما ظاهرا خو چونین هست چیزی که شما گفتین اما گفته نمیتونیم که در دیگه ساحات هم ما در امی سرحد مشارکت سیاسی موفقیت هایی داشتیم اتفاقا در قسمت مشارکت سیاسی ما موفقیت بسیار خوبی را بدست آوردیم ولی ما از نگاه اقتصادی فرهنگی تعلیمی و تحصیلی سواد زیاد عقب ما متاسفانه اگر واقعیت ها را بگوییم ولی اون عده زنان نماینده هم یعنی واقعا اونجا هستن برای اینکه مثمر سمر هستن برای اینکه فعال هستن و کمک میکنن به وضعیت زنان افغانستان یا اینکه به طور سوری اونجا هستن ما فکر میکنم که ای اولین تجربه ما بود پارلمان قبلی و ای دومین تجربه ما در قسمت خانم هاست در پارلمان یقینا که همیشه در همه کشورها تجربه های اولی دومی نمیتونه کاملا رضایت بخش و فعال باشه با آن هم ما میتونم از کارکردهای های بسیار خوب اعضای پارلمان با وزارت امور زنان در مجموع برای بهبود وضعیت افغانستان گفتم میتونم که اونا در سرحد صلاحیت و امکانات و استعداد خود به خاطر بهبود وضعیت زنان کارهایی را انجام دادن ولی انتقادی که معمولا میشه خانم قزمفر اینه که این اصلاحات یک اصلاحات تحمیلی بود که توسط کشورهای غربی به جامعه افغانستان تحمیل شد و برآمده از جامعه خود افغانستان و خاص بردم افغانستان نبوده ما ایره نمیپذیرم به خاطر چی من خودم مثال میتم مثلا ما ممکن 45 سال قبل به دنیا آمدیم و 45 سال قبل کدام تحمیلی در ما نبود ما در یک ولسوالی بسیار دور به نام ولسوالی آخچی ولایت جوزجان به دنیا آمدم وقتی ما به دنیا آمدم ما دفتا رفتم به مکتب و تمام خواهران ما به مکتب می رفتند تمام همکوچگی های ما که در یک کوچه بودیم کلشان مکتب می رفتند ولی خانم از مکتب... خیلی از... شما از یک خانواده بسیار متمول و روشنفکر افغانستان بودید همه مثل شما نبودن <applause> حرفتان بجاست ولی تنها ما یگانه نفر نبودم که امو وقت به مکتب میرفتم اکثریت فامیلا میتون به مکتب دسترس داشتن و بعد از مکتب مثلا هر کس اگر نمیتونست فاکولتا بخونه حداقل یک کاری بر خود پیدا میکرد انجام میداد اما من به طور عموم اگر بر شما بگویم ای که یک عده روشن فکر هستند یا به یک درجاتی رسیدن ما ایره تحمیلی از طرف کشورهای خارج نمیدانم بلکه مردم افغانستان شما میفهمین که خراسان زمین سالیان سال قبل یک کشور بسیار با فرهنگ و باستانی بوده و مردمان خردمندی مثل مولانای بلخ داشته مثل ابن سینای بلخی داشته ریاضیدان های معروف ستاره معروف علمای معروفی داشته که امروز تمام غرب درس میتن و غربی ها از آثار از اونا استفاده میکنن پس معلوم است که افغانستان یا خراسان زمین یا سرزمین شرق گهواری تمدن، فرهنگ، علم و دانش همیشه بوده و او نمیتونه که برای فرزندان قرن بیست خود هم اونها را به نصیب ازی بگذاره بنابراین افرادی که در قرن بیست هم زندگی میکردن در افغانستان و در اطرافش یقینا که به علم و فرهنگ و دانش میپرداختن ای که ما یک سلسله مشکلات پیدا کردیم ای در سی سال اخیر در اثر جنگ ها و مهاجرت ها برده و قبل از او هم ما ذخیره فرهنگی بسیار بزرگ و در سراسر سر افغانستان این, این کاملا درسته که من میتونم مثال بسیار زنده برتان بگویم بسیار خیلی کاملا بله. کاملا درسته اون اشاره که شما به وضعیت تاریخی اون مناطق دارین میکنید ولی این هم قبول بکنید که تمام اینها همیشه شامل حال مردها شده و به ندرت زنانی بودند که در زمره این مشاهیر ادب و فرهنگ اون خطه بودن حالا کاری به اون نداریم ولی بحث ما الان سر اینه که حالا که حالا چه تحمیلی چه غیر تحمیلی این ده سال از این اصلاحات در افغانستان میگذره وزارت شما برای اینکه اولا که این اصلاحات رو قابل قبول بکنه برای جامعه و دوما اینها رو به اجرا بذاره دقیقا چه کار کرده؟ وزارت امور زنان اساساً یک وزارت پالیسی ساز است و وزارت پالیسی ساز معلوم است که پلان کاری باید داشته باشه پالیسی ها داشته باشه مقرره ها داشته باشه و همچنان در پهلوی ازی هماهنگ کننده است نظارت کننده است کنترل کننده است پس وظیفه ما از ذهنیت سازی آغاز میشه ما دو سال قبل پلان کاری ملی ده ساله بر زنان افغانستان تصویب کردیم که این پلان دارای شش شاخص بسیار عمده بر زنان افغانستان بود مثل تعلیم و تربیه مثل توسعه اقتصاد زنان مشارکت سیاسی زنان صحت بر زنان حقوق بر زنان از این قبیل چیزها بود که همه شاخص های عمده داخل پلان ها و برنامه های وزارتخانه ها گردید و حال وزارت امور زنان وظیفه داره که برای نمی پلان ها این پلان ها ای را که دا شامل پلان وزارت خانه ها ساخته باید اینها جامعه عمل بپوشن یعنی بودیجه برشان نهادی نشوه اینا در عمل پیاده شون و در پهلوی ازی وزارت امور زنان وظیفه ذهنیت سازی را هم به عهده داره یعنی ذهنیت عامه را انکشاف بده یعنی مردها و زنها اردو باید ذهنشان انکشاف بکنه سوادشان انکشاف بکنه تا همدیگر را ما در سالیان قرنها قبل در دین مقدس اسلام حقوق زنان بر رسمیت شناخته شده تحصیل و تعلیم بر زنان بر رسمیت شناخته شده همین را تبلیغ بکنیم که مردای ما آگاه شوند که آموزش علم بر زن و مرد فرض است پس ما ذهنیت سازی یکی از کارهای بسیار بسیار عمدی ما است و در قدم بعدی کاری را که وزارت امور زنان مستقیما انجام میده ما به خشونت علی زنان است که ما قدم هایی را به ارتباط ما و خشونت علی زنان برداشتیم که از جمله یکی تصویب قانون من خشونت علی زنان است و در قدم دوم کمیسیون من خشونت علی زنان است که اخیرا قانون من خشونت علی زنان با د مرکز او 10 ولایت دغه اغاز کرده کې ك... ان قریب در 34 ولایت ما این کمیسیون ها را می داشته باشیم تا که خشونت هایی را که در اطراف و اکناف ولایات واقع میشه او را مورد بررسی قرار بدن و یک راهکاری مطابق وضعیت همو منطقه برش بوجود وجود بیارن و ما هم در حال ساختن پالیسی های مختلف مقرره های مختلف هستیم تا اگر بتانیم کاهشی در مو خشونت علی زنان بوجود وجود بیاریم بسیار خوب حالا شما اشاره کردین در واقع اون چیزی که شما میگین خانم غزفر دستاورد عمده شما ذهنیت سازی و به قانون من خشونت علیه زنانه یعنی چیزی فراتر از اون انجام ندادید که تو انگوش بذارین بگین این دستاورد ما تا این حداقل 6 سال گذشته بله من میتونم فراتر از اون بر شما فراتر از اون انجام دادیم چه کار مثال تنها قانون من خشونت نیست بلکه ما یک سلسله قوانین برای بهبود وضعیت زندگی زنان روی دست داریم که از او جمله تصویب شدیش قانون من خشونت و قانون سرپرستی اطفال یتیم و بی و مقرره برای تنظیم کار زنان تجارت پیشه که شما خبر دارین یک پدیده جدید در ده سال اخیر است که 300 خانم تجارت پیشه کمپانی های خود را ثبت کردن هست و همچنان در پهلوی از ما سی تعمیر در سی ولایت کشور تانستیم در جریان ده سال بسازیم که هم یک دستاورد بسیار عمده می باشه اگر بتانین با دگه وزارت خانه ای به طور مقایسوی ببینین یا مثلا 16 باغ زنانه در 16 ولایت کشور با وجود آمده که اینها تنها باغ و تنها تعمیر نیست بلکه در اینجا خانم ها جمع میشن سواد میآموزن حرفه میآموزن روز محافل ملی و بین المللی تجلیل میکنن تبادل افکار میکنن تفریح و استراحت میکنن در اینجا استادیوم های سپورتی وجود داره مارکیت فروش بر صنایع دستی زنان وجود داره مسائل عرفوی را خانم ها و سطح آگاهی خود از همه مهمتر بالا میرن که این بلند بردن سطح آگاهی شان یکی از برنامه های زینت سازی ما هست که این داره اما تنها وزارت امور زنان موظف به این نیست که بر زنان کار بکنه 24 وزارت خانی دیگه بر زنان کار میکنه طور مثال به اساس پالیسی شمولیت دختران در مکاتب فعلا در مکاتب دختران 37 فیصد رسیده تعدادشان یا در مثلا در مؤسسات تحصیلاتی 20 فیصد تعداد دختران رسیده یا مثلا 15 فیصد معلمین اناسا ولی خانم خانم غزنفر خانم غزنفر خیلی خیلی عذر از ما بشنوین که دستاورد های ما خیلی زیاد است من فقط از او جمله بسیار خلاصه خیلی متشکرم البته شما اشاره کردین به مثلا درصد بالای دختران در مدرسه و غیرو ولی اینها واقعا نمیشه به حساب دستاورد وزارت زنان گذاشت برای اینکه این اتفاقی بود که در هم بود در در من خودم شخصا در سال 95 در کابل بودم و اون موقع عده دانشجویان دختر در دانشگاه کابل 60 درصد بود و این سال 95 سال زمان حکومت مجاهدین بود پیش از اون هست. که به مراتب بیشتر رسیده بود اه. ولی او به صفر رسیده بود بعدا به اساس تشویق ما کار ما تعدادشان بیشتر شد هیچ وقت مثلا در جلسی مشورتی ملی سل زنان شرکت نداشتند یا حداقل 20 درصد شرکت نداشتند به اساس تشویق وزارت امور زنان بود که در جلسی ملی مشورتی سل اخیرا 20 25 درصد خانم ها شرکت کردند و امی که بیداری خانم ها است امی که اونها امی خشونت هایی را که در فامیل ها واقع میشن میان ثبت میکنن اینمی هم دستاورد وزارت امور زنان است ما بر شما اینطور میگم که در هر وزارت با ارتباط وضعیت بهبود وضعیت زنان کار میشه او دستاورد وزارت امور زنان است بخاطر شما... بخاطر از اینکه ما ها و پالیسی های خود را شامل حال وزارت خانه ها می و وزارت خانه ها وظیفه دارند که او را تطبیق بکنن طور ده. مثال بسیار یک مثال عمده و آشکار براتون میتون وزارت انکشاف دهات در دهات در قریجات کار میکنه دستگاه های خرد و ریزه را بر خانم فعال می سازه یا هر آنچه که خانم ها شورای زنان پیشنهاد میکنن برشان امور انجام میته و در که دستاورد امور زنان است و چی بخاطر چی؟ که خانم قدم فر شما اگه لطف کنید جاد... پلیسیای خود رمیتین به این وزارت خانه ها که در عمل پیاده کنند متشکرم از اجازه دید من سوال من بکنم بس شما اشاره کردید به مسئله برنامه ریزی و پلانی که داشتید این این پلان شما کی به اجرا گذاشتین تصویب کردید دو سال پیش درسته بله ما مدت سه سال روی ازی پلان کار کردیم بله و بعد از اینکه نظریات تمام خانم ها را جامعه مدنی را حقوق بشر و نیات هایی که بر زنها کار می کنند در جریان دو سال از دو هزار خانم نظرخواهی شد و این پلان پذیرفته شد و ایپلان، پلان مثلا در ای پلان گفته میشه که تا پنج سال آینده باید تمام وزارتخانه ها سی فیصد اشتراک زنها را بالا ببرند تا ده سال آینده وزارت معرف 100 فیصد وزارت بعضی از وزارت ها 40 فیصد بعضی از وزارت ها 35 فیصد نظر به پروفیل کاری خود چرا چرا چرا, چرا دیر خانم خانم, خانم چرا انقدر دیر الان تو وزارت زنان چندین بلی. سال وجود داره چرا شما ثبت کردید این همه مدت و بعد این پلانتون رو چرا از اولی که وزارت زنان تشکیل شد شما به فکر این پلان نبودید بله شما ببینید وقتی یک وزارت نو ایجاد میشه در هیچ گوشی دنیا در هیچ گوشی دنیا نمیتاند دفعتن اتن پلان خود آماده بسازه بله سابقا به پلان نبودن اونا سابقا وزارت وزارت پلان های یک سالی خود تصویب میکرد بعدا روی امو کار میکرد ولی بر ساختن یک پلان بسیار قوی بر ده سال ضرورت است که سه سال سر از او کار شود و وزارت امور زنان وقتی ایجاد شد وظیفه داشت که در سی و چار ولایت نمایندگی های خود را داشته باشد. مصروف تشکیلات خود بود. مصروف یک سلسله کارهای بسیار مهم که در اولویتش قرار داشت بود. طبیعی است که سر پلان هم فکر میکرد. ولی پلان بر زنان افغانستان که در تاریخ افغانستان بر اولین بار ساخته میشه به هیچ وجه نمیتونه در شش ماه و یک سال ساخته شوه یقینا که دو سه سال ضرورت داشت که اپلان کاملا آماده شوه به تمام ولایات اپلان بره نظرخواهی شوه و ما فکر میکنم کاملا دقیق است که ای پلان بعد از سه سال تصویب شد همیال ما در کنفرانس اویسی او عضوش هستم کنفرانس کشورهای اسلامی 54 کشور در اونجا حضور داره در اونجا ده ها کشور هنوز پلان کاری ندارن از طرف جلسه اویسی او برشان پیشنهاد میشه که شما لطفا وزارت امور زنانتانم یعنی وزارت امور زنان لطفا خود شما دست بکار شوین یک اوکی. پلان بر زنا بسازین بس ما بس فقط دو سال قبل در جلسی قاهره بر ما توصیه شد که لطفا کل وزارت های امور زنان در تمام کشور پلان ملی داشته باشین و ما پلان ملی خود عمول از دفتن مساودی برشون تقدیم کردیم باشا 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 و من آه آه از, از کشور اشت کشور سارکم اطلاع دارم این چیزها همش مقایسوی میشه من میخوایم با شما مقایسه کنم با مقایسوی بگویم که نه نه بسیار قبول دل بس میشه بسیار. بسیار خوب من حرفتون رو قبول میکنم ارز کنم که یک صحبت دیگه اینه که شما در مجموع یک جایی شما در مصاحبه گفتید که که قبول نکنین تحقیق بکنین نه 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 تحقیق کردیم خانم قزم قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم ارز کنم به خدمت شما که شما در جایی در مصاحبه گفتید که شما او اصولا در چه در دوران تحصیلتون و چه در زمان کاریتون همیشه به دنبال به اصطلاح موفقیت صد درصدی بودید و به 99 درصد و قانع نبودید حالا شما فکر میکنید که زنان افغان به کارنامه وزارت شما در امور زنان نمره 100 میدن برای ما این اهمیت نداره که دیگرها به ما چند نمره میتن ما پلانی را که پیش روی خود می گذارم او را که خودم صد درصد انجام بدم. ما اونو وقت خودم که وجدان راضی باشم اونو وقت ما نمری خود صد درصد می دانم اونا بهبود وضعیت زنا را می خواین و بهبود وضعیت زنا مربوط به کار 24 وزارت خانه است نه تنها به وزارت امور زنان وزارت امور زنان بایس یک وزارت پلان ها پالیسی ها کارهای خود در قبال زنان کاملا 100 درصد انجام داده و شما میتونین تا یک مصاحبه از نزدیک شما ببینین پلان های ما چی بوده و ما بالاتر از پلان کار کردیم و ای که زنا مثلا در فقر اقتصادی بسر میبرن او گناه ما نیست یا ای که 12 فیصد صرف باسواد سواد هستند او گناهی ما نیست ما موینیت سواد حیاتی داریم ما وزارت معارف داریم وزارت تحصیلات عالی داریم عدلیه داریم صحت داریم و هر وزارت خانه باید به کار خود, خود, خود انجام بده وزارت خوب امور زنان خوب در واقعیت واقع امر پالیسی خود در دا ارتباط داده به کل وزارت خانه ها بسیار خوب بسیار شما 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 صحبتتون اینه که وزارت زنان در واقع یک وزارتی که برنامه و پالیسی تهیه میکنه یک وزارت اجرایی نیست هیچ وقت تلاش کردید که از دلی. پارلمان به حال اختیارات بیشتری بگیرید که شما بتونید امکانات و اختیارات اجرایی هم داشته باشید خب ما شاید بتانیم یک مقدار اختیارات اجرایی هم بدست بیاریم ولی ما هر کاری بکنیم ای تداخل در وظایف دگه وزارتخانه ها می باشه شما مثلا چی وظیفه را بر ما پیشنهاد می که ما بر شما دلیل شه بگویم که چرا ما وظیفه را خود نگرفتیم ساختن مکتبه ساختن پوانتونه یا کلینیک بر زنان است یا که ما از, از نگاه عدلی و قضایی زنان را مورد بارس, بارس قرار بتیم اتفاقا, 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 اتفاقاً, 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 اتفاقاً خانم همین بحثی که الان کرد از, از, نگاه عدلی و قضایی بسیاری از زنان به شما مراجعه میکنن ولی بسیاری هم مراجعه نمیکنن برای اینکه ما میگن که ما بسیار دادخواهی نمیبینیم از طرف وزارت زنان وقتی مراجعه میکنیم در نتیجه به فرقی به حال ما نمیکنه که ما مراجعه بکنیم در اونجا یا نه چرا نمیتونید در این زمینه مقداری فعالتر باشید و بیشتر به خواست زنان عمل بکنید ما بسیار فعال هستیم در قسمت 4500 قضیه که 4300 قضیه ببخشید که در سال گذشته بر ما مراجعه شده ما 4000 قضیه از زور حل و فصل کردیم و ایره ما بالاتر از محاکم میدانم شاید که ما بیشتر و خوبتر از محاکم به قضایا رسیدگی کنیم اما نه اما نه مستقیم از طریق محاکم ما دوسیه ها را پیگیری می کنیم ما برشان و... وکلای مدافع می گیریم کسایی که به ما مراجعه میکنن کنند خانمی که مراجعه نکرده باشه از کجا می فهمه که پرابلمش چگونه حل میشه و از خانم هایی که مراجعه کردن شما لطفا بپرسین که چگونه ما برشان رسیدگی کردیم در حالی که وظیفی ما هم نیست که ما مستقیم رسیدگی کنیم بر از اینکه محاکم به خاطر چی وجود داره محکمی فامیلی به خاطر چی است سارنوالی به خاطر چی است و محاکم باید این کار انجام بدن ما صرف مومد هستیم ما زمین ساز هستیم ما هماهنگ کنند هستیم و ما هماهنگی خود را همیشه اجرا کردیم برد. آیا شما فکر میکنین که معضلات مردها در قسمت ادلی و قضایی گویا هیچ معضله ندارن چرا حتما دارن حتما دارن خانم قزنفر شما در وزارت امور زنان واقعا مستقل هستید بله واقعا مستقل هستیم ولی در, آه... مو... در مواردی اخیرا اخیرا مسئله در, در عمل اجرات خود اخیرا در مسئله خانه های امن خانه های امن شما این رو بله. برها میخوان از عهده سازمان های غیر دولتی بگیرید و مستقیما زیر نظارت وزارت زنان قرار بدید و این چیزی است که مورد خواست رئیس جمهوریه و شما دارین در عمل به خواست رئیس جمهوری عمل میکنید و نه لزوما منافع زنان این انتقادی که به شما میشه نه خیر به نظرم شما هنوز از یک سلسله قضایا به نظرم که اطلاع ندارین شما باید یک لطف میکردین اما استراتژی را که در جریان دو سال وزارت امور زنان رؤسای خانه امن اعضای محترم جامعه مدنی نماینده محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر با وجود آوردن البته یک جای با همکاران حقوقی که از وزارت عدلیه هم کار ما بودن یک جای با وجود آوردن و اونها هستند که بر ما تفویز کردن امی استراتیجی است که بر ما تفویز میکنه که ما نظارت خانه های امن را به عهده داشته باشیم رهبری خانه های امن را به داشته باشیم و ایر خواهانش خود ما هم هستیم چرا که ما باید بفهمیم در در خانه های امن چی میگذرد؟ چرا که شما میبینین که با یک سلسله شایعات و افواهات در مطبوعات است به اساس از او ما باید مستقیما دخیل باشیم تا کنون هم ما همکاری داشتیم با خانه های امن ولی به شکل صد درصدی تحت رهبری ما قرار نداشتند به اساس از این استراتژی رهبریت واحد به وجود می آید که ای وزارت امور زنان دو سال قبل قبل از اینکه رئیس جمهور در چیزی بگوین خود وزارت امور زنان پذیرفته و پیشنهاد کرده نه تنها پذیرفته بلکه ای را پیشنهاد کرده به جامعه مدنی و با صحبت و نظر نظرخواهی در مورد از این مسئله در دو سال هیچ کسی بی خبر نمیمونه وقتی که روی یک قانون دو سال کار میشه همگی متفقا نظر دادن که وزارت امور زنان رهبری بکنه و بالاتر از او چیزی وزارت امور زنان نخواسته باید رهبری رهبری, رهبری، کسایی را که نهادهای را که بر زنان کار میکنن وزارت امور زنان به خود داشته باشه بسیار خیلی که آل توانایی امیر پیدا کرده آل یک سلسله کارهای داخلی خود را داره به اتمام میرسانه خانم غزنفر وقتمون بسیار تنگه من میخواستم یک سوالی در مورد مذاکره با طالبان بکنم از شما برای اینکه این موضوعی که به خصوص مورد نگرانی بسیاری از زنانه برای اینکه ما عملکرد طالبان رو در گذشته دیدیم و حالا که صحبت از این میشه که تالبا با طالبان باید مذاکره بشه و احیانا اونها در دولت در حکومت شریک بشن بسیار از زنان نگرانند جا داشت که وزارت امور زنان در این زمینه گیری مشخصی و نظر مشخصی ارائه میداد و ظاهرا این کارو نکردین شما شما واقعا نگران نیستید که احیانا طالبان بیان در حکومت بله، طوری که شما میفرماین فکر کنم که شما باز هم معلومات ندارین لازم است که شما امروز با ما داخل مذاکره شوین و یک سلسله معلومات کسب کنین به ارتباط کار وزارت امور زنان ما که فکر می کنم. حالا حالا به هر حال شما که معلوم شما این, این معلومات رو در ما بدارید لطفا اینجا موقعیت مناسبی برای اینکه شما بگین به ما که دقیقا موضع امور زنان در مورد مذاکره با طالبان خوب... چیه بسیار خوب معمیل از برتان خدمت شما معمیل از ایرامی کنم پیشنهاد ما بود که حتما در میز مذاکره خانم ها موجود باشند چرا که از موضوعی خانم ها واقعا اونا بتانن دفاع بکنن و این خانم ها رو هم ما پیشنهاد کردیم که از اصناف مختلف از اقشار مختلف باشند یعنی از جامعه مدنی از حقوق بشر از از خانمایی که در دولت هستند غیر دولتی هستند باید مختلف. یک تعداد خانم ها در میز مذاکره موجود باشند تا از موضوع زنان دفاع بکنند و امی کار پذیرفت ریاست جمهوری و فعلا ده نفر از خانم ها عضویت از این کمیسیون را دارند و همیشه برای موعده هم ایداد میشه که این مذاکره در سایه قانون در اساس مادی 22 قانون اساسی افغانستان پیش برده میشه و دستاورت خانمها ها به هیچ صورت نمیتانه که پایمال شود یا عقبگرد شود پیشرفت خانم ها خوب است که در یک مورد همگی متفقا تایید کنند که دستاورت های ده سالی خانم ها میگن بلی دستاورت های ده سالی خانم ها به عقب نمیگرده البته ما تشویش های خود داریم و عمل خود هم در این راستا اجرا کنیم و هیچ وقت هم یعنی شما نشستیم. خانم همیشه در تماس و جستجو در این باره هستیم آره ولی ولی شما واقعا علتی که من این سوالو کردم و به این شکل سوال کردم از شما خانم غزنفر این بود که بسیاری از زنان معتقدند که اصولا مذاکره با طالبان بی و هیچ نفعی به حال زنان که نداره هیچ چی بلکه به ضرر زنان تموم میشه که اونها موضعشون در مورد زنان کاملا روشنه و پایبند قانون اساسی افغانستان هم نخواهند بود و شرایطشون اینه که ما هیچ وقت این قانون رو قبول نمیکنیم در چنین شرایطی وقتی مذاکره با طالبان میشه انتظار این بود که اشخاصی مثل شما و وزارتخانی مثل شما موزیگیری خیلی مشخصی بکنه که ما مذاکره نکنیم این انتقادی به شما دیگران میکنن صحبت شخص من نیست در اینجا خانم قزنفرد حالا اجازه بدین من یک سوال آخر را شما بکنم راجع به خودتون شخص خودتون خانم قذفر شما به اصطلاح فوق لیسانس زبان ادبیات دارید دکترای زبان شناسی دارید 23 سال در دانشگاه تدریس کردید کتاب نوشتید شعر سرودید آیا الان با این سمتی که گرفتید یعنی اینکه دیگه اون کار ذوقیتون رو به طور کلی کنار گذاشتید و یک سیاستمدار تمام و کمال شدید نه خیر من خود از سیاست مدار هنوز نمیدانم من فکر می کنم بر از یک آدم سیاست مدار باشه باید سالیان درازی شاید آب دیده باید شوه در این راستا واقعا ما یک شخص فرهنگی بودم در راستای تدریس کار می کردم نظر به ضرورت احساس کردم که یک مدتی هم در خدمت سیاست در مورد خانم ها باشم ولی به هیچ صورت کار فرهنگی را کنار نگذاشتیم ما تا مدت ها در تدریس پوانتون مصروف بودم ولی در یه آخر به اساس مصروفیت های بیاد خود پوانتون تدریس نمی کنم ولی اسیستانت های ما هستند تدریس مرا پیش می برند و کار فرنگی ما هم کماکان ادامه داره البته به شکل یک کمی ضعیفترش ولی شاید وقتی که کارهای سیاسی من یک ذره کمتر شوه یعنی که ما در رأس وزارت نباشم پس دوباره من به کارهای فرنگی برگشت خواد کردم و کارهای تعلیمی و تحصیلی و تدریس خود هم حتما ادامه خواد دارم خیلی متشکرم خانم به حسبانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان از شرکتون در برنامه دیگر ممنون از شما.